هلو گایز، خیلی خوش اومدید دوستان. من علی حسادت هستم. بچه‌ها قبلا گفته بودم، قول داده بودم که هر هفته یه ویدیو رکورد کنیم درباره تحلیل بازار، اتفاقاتی که تو بازار کامپیوتر میفته و جنسایی که میاد و میره و دقیقه ندا. ولی این هفته چون سه روز از هفته پیش تعطیل کردم، دو روز از این هفته تعطیل کردم، تصمیم گرفتم یه ویدیو متفاوت‌تر رکورد کنم و قراره توی این ویدیو به کامنت‌های شما پاسخ بدم، سوالایی که زیر ویدیو پرسیدید. قبلا گفته بودم بچه‌ها تو اینستاگرامم بهم پیغام بدید جواب میدم، ولی یهو یه حجم خیلی عظیمی از دایرکت اومد توی سمت اینستاگرام، لطفاً سوار بشید همه رو جواب میدم. مرسی که هستید. بچه قبل اینکه بریم سراغ جواب دادن کامنت ها، لطفاً حتما این ویدیو رو لایک کنید. وقتی که میبینم لایک های ویدیو بیشتره، متوجه میشم که شما از این ویدیو بیشتر خوشید اومده و شبیه همین ویدیو بیشتر قطعا رکورد میکنیم. و یادتون نره چند یوتیوب هم سابسکرایب کنید که احتمالاً این کارو کردید. خیلی ممنون. بریم ادامه. خب بچه ما چند تا از این کامنت ها رو منتخب کردیم. البته من خودم اولین بار دارم این کامنت ها رو میخونم که یه جور ریاکت مانند جالبی هم داشته باشه. مطمئن قبلا این کامنت ها رو نخوندم، جوابش هم آماده نکردم، همینجا میخوام جواب بدیم و امیدوارم که یه جالب بشه. خب بریم سراغ کامنت اول. دوستی عزیز گفتن که علی آقا برو یه تحقیق درست داری در مورد معنی عدد 80 بکن. مثبت 80 روی پاور، منظورش 80 روی پاور یعنی یه پاور 500 وات در حقیقت 600 برق از پریز برق استفاده میکنه و 80% که میشه همون 500 قابل استفاده هست و 20% توان پاور در حقیقت از طریق گرما و دلایل دیگه هدر میره. اما تو میگی باید زد 80% که 80% کرد که اشتباه روی پاور که زده 500 همون 500 وات تعمیر میده اما 600 برق میشه. این دوستمون معنی توان ورودی و توان خروجی رو قاطی کرده. حتی توی فیزیک هم داشتیم درس دبیرستانم که روی دستگاه برقی توان ورودی رو میزنن بچه ها و راندمان، شما باید توان ورودی رو در راندمان کنید میشه توان خروجی. این فکر کنم حتی نیاز به تحقیق کردن نداشته که شما یه مدرک ریاضی فیزیک داشته باشید، در دیپلم ریاضی فیزیک داشته باشید اینو بدونید که روی دستگاه توان همیشه توان ورودی رو میزنن، توان خروجی. خب این کامنت اول خیلی اگرسیو بود. بریم سراغ دومی. عالی. دوستمون نوشتن عالی. من تو آمازون از سایر بازارهای خارجی قیمت‌ها رو دنبال می‌کنم، می‌بینم قیمت سی پی یو AMD خوبه، همینطور مادربرد X570. بله. اما کارت‌های گرافیک قیمت هنوز بالاست. حتی سری 3000 AMD هم همینطور مثلا 3070 الان 1000 دلار. اولا که 3070 1000 دلار پایین اومدشه 1000 دلار. خب یه چیزی هم درباره قسمت اول کامنتش بگم. بچه قبلا هم خیلی وقت پیش توضیح داده بودم که سی پی آی ام دی داخل ایران گارانتیدن، یعنی یه شرکتی این سی پی آر وارد میکنه و بابت این هزینه شیپینگ و نمیدونم فلان و گارانتی و چون دو سال هم گارانتی میکنه یه ذره میکشه رو قیمت سی. به خاطر همین وقتی ما یه سی پی اینتل 300 دلار میذاریم کنار یه سی پی 300 دلار ای ام دی، داخل ایران اینتل ارزون تره و خب خیلی موقع هم مثلا خرید اینتل به صرف. این از این بس. از اون سمت هم که درباره کارت گرافیک نسل 3000 انویدیا گفته، الان که برفرض مثلا 3070 بتونی 1000 دلار بگی، 1000 دلار واقعا چیزی نیست که 25 میلیون تومان واقعا برای 3070 خوبه دوست عزیز. این تازه قیمت پایین اومدش. خب بریم سراغ کامنت بعدی. کامنت سوم، قیمت 1650 میاد پایین. یه دوستی گفتن این سه روز پیشم گفتن آره آقا قیمت 1650 باید بیاد پایین. اگه هم 1650 نیاد پایین، بچه مطمئن باشید 3050 یا 3050 Ti که بیاد، حتی ورژن لپتاپش اومده نیاد دوباره تو کامنت، اگه ورژن دسکتاپش بیاد قطعا پایین تر از 1650 الانه. اونطوری هم تو ویدیو گفتم 250 دلار برای یه 1650 خیلی بالا، قطعا میاد پایین قیمتش، ولی کی هر موقع تولید کنن تولیدش بره بالا تو بازار زیاد. سلام، چرا مادربرد های 4 اسلات رم استفاده نمی کنی؟ اولا که خب خیلی کم پیش میاد که 4 تا اسلات رم استفاده بشه، این یه بحث. بعدش هم خب سیستم های پایین رده مخصوصا مادربرد های سری H همهشون 2 اسلات هم دیگه، تقصیر من چیه؟ خب وقتی میخوای سیستم پایین رده ببندی 2 اسلات هم دیگه، خب بابا بهتر بری به شکل سازنده بگی داداش مثلا چرا اینو مثلا دو اسلاته داری. حالا یک ده این کامنت بعدی نشان، سلام میخواستم بگم که شما بدون دستگیر دست من زده اکسید ساکن و قطعات دست میدن مشکل پیش نمیاد.
اگه منظورت سوالیه که نه مشکلی پیش نمیاد، ولی خب بهتر دستگاه استفاده کنم. بچه من خودم دستام یه ذره توپلیه، یه ذره بزرگه، خیلی جاها نمیره. یعنی مخصوصا من سخت‌ترین جای برای اسمبل اون سیمای ریز وصل کردن پایین مادربرد یا اون سوکت برق سی پی یو هست که بالا مادربرد، خیلی سخت از دم میره اونجا. به خاطر همین معمولا دستکش یا مثلا اینجور ابزار استفاده نمی‌کنم. ولی چرا یه دستکش معمولی، دستکش ضد الکتریسیته استفاده کنید خیلی خوب. خب دوست عزیزمون گفتن که سلام، من می‌خواستم یه سیستم بگم رم 16 گرافیک 2060 تک فن و سی پیوش نه 11 کور آی 5 چقدر باید وات پاورش باشه که به سیستم فشار نه 500 وات کافیه؟ اولا که مثلا من توی ویدیویی که در مورد پاور رو ریکورد کرده بودیم خیلی هم خوب بازی نخورده، لطفاً برید ببینید اینا، گفته بودم که چجوری مقدار میزان برقی که سیستمتون می‌خواد رو محاسبه کنید. ولی الان برای این دوستمون که میگه سی پی یو آی 5 نسل 11 دارم و رم 16 گرافیکم 2060 تک فن است، آره 500-550 وات کافیه، نه تنها کافیه زیادم هست. خب بریم سراغ کامنت بعدی. یادم نمیاد کامنت چند. از کجا پیشنهاد میکنید بخریم؟ خب بچه ما هفته آینده دیگه انصافا درگاه سایتم گرفتیم، قیمت سایتم یه آپدیت میکنم، سایت خودم را میفته. بچه آدرس سایت هم از این بعد میذارم تو هم تو اینستاگرام خودم هم قراره بشه اینستاگرام سایتمون و یه اینستاگرام برای خودم داشته باشم شخصی، و البته این چنل یوتیوب هم دوباره میشه چنل یوتیوب سایت، یعنی اسم سایت بخوره برای این چنل یوتیوب. خودم یه چنل یوتیوب شخصی داشته باشم که مطالب فان هر چیزی که میخوام اونجا دیگه ویدیوشو بذارم، ولی این چنل قراره اسم سایت بخوره روش و همین محتوایی که قبلا داشته رو همینطوری با قدرت پیش بریم. از پیشنهادم برای خریدم گفتم یه قراره یه سایت بدم که قیمتش از همه سایت پایین‌تر باشه ان شاء الله. قراره سیستم هم که اونجا می‌خرید و خودم اسمبل می‌کنم، از این اسمبلی هم که نمی‌گیریم و ویدیوش هم حتما می‌ذارم توی یوتیوب. ادامه قبل اینکه مثلا سیستم از دستتون می‌تونید ویدیو اسمبلش رو چنل یوتیوب ببینید. خب بریم سراغ کامنت بعدی. همین سیلیکونش چی شد پس؟ یه پوکر هم گذاشته، واقعا پوکر داره. با من سه بار تو ویدیو توضیح دادم خمیر سی بچه ها خیلی کولر سی پی او که میخریم یا هم مثلا همون کولر سی پی او خود اینتل، بابا پشتش خمیر سیلیکون مالیدن قبلا. من نمیدونم دیگه به چه زبونی بگم بچه ها، لازم نیست همیشه خمیر سیلیکون بمالید، بعضی از قبل مالیدن. بریم بعدی. سلام علی عزیز، سلام، میشه سیستم مناسب برای برنامه‌نویسی معرفی کنید؟ آها خیلی بچه ها اومدن سیستم مناسب برای برنامه‌نویسی. بچه ها برای برنامه نویسی سیستمی که مناسب باشه شما صرفا رم و سی پی یو خیلی خوب باشه. اگه سی پی یوتون خب از اون طرف هم بعد مادربردتون رو متناسب با این دوتا انتخاب کنید. یعنی اگه مثلا سی پی یو خیلی بالا دارید میخرید یه مادربرد بالا دارم بخرید، حالا اینکه به کنار. ولی بله کارت گرافیک، یه توضیح کوچیک برای کارت گرافیک بدم. بچه هایی که صرفا کارشون برنامه‌نویسیه، یه برنامه‌نویسی که بهش میگم برنامه‌نویسی. حالا بگذاریم. بچه‌ای که صرفاً میخوام برنامه‌نویسی کنن، بچه‌ها گرافیک آن بورد سی پی یو براشون کافیه. یعنی صرفاً یه سی پی یو بگیرن که گرافیک آن بورد داشته باشه. همین. یعنی اصلا کارت گرافیک نگیرید. ولی اگه شما نمیدونم از نرم افزار خاصی میخوای استفاده کنی که مثلا رندر سنگین داره یا مثلا از حساسه کارت گرافیک از حساسه کودا استفاده می‌کنه، به کارت گرافیک قوی نیاز داره، خب مجبور کارت گرافیک بگیر. حالا میگم یه بعضی از اپلیکیشن های خاص استفاده میکنن یا مثلا رندر ها فقط فکر نکنید یا استفاده میشه. خب این از این. پس برای برنامه‌نویسی سعی کنید سی پی یو رم خوبی بگیرید و البته وقتی سی پی یو نسبت به سی پی یو رمتون مادربرد خوبی هم انتخاب کنید. برای پاور هم چون که کارت گرافیک ندارید پاور خیلی بالایی نیاز دارید. شاید اولاً که این کارت گرافیک نباید با سری آی 5 اصلا بشه چون حتی نصف کارش هم نمیتونه ارائه بده. ما 10400 بسته بودیم با 3060. حالا اول اینو جواب بدم چون نمیشد اولاً، بعد بریم سراغ دومان. دومان داشتم دومان نوشته، دومان هم نوشته. بگذاریم. ارزم بزرگتون که توی مثلا سایت پی سی بیلد که قبلا گفته بودم، آخه من ویدیو باتلنک هم ضبط کرده بودم، بچه‌ای که میخوام بدونم مثلا نسبت به چه سی پی یو چه گرافیکی بگیرن حتما به اون ویدیویی که گفته بودم باتلنک چیست اون حتما ببینید. اگه برید تو سایت پی سی بیلد قسمت باتلنک کلکیولیترش مثلا آی 5 10400 یا 11400 رو بزنین، کارت گرافیکی بهتون پیشنهاد میده تو مایه 3070، یعنی حتی بالاتر از 3060 وابسته بود. و
ولی دوستم اومده گفته که با این سی پی یو که بستی این گرافیک اصلا نصف کارایش هم نداره. این حرفت اشتباهه، نمیدونم شاید 360 رو خیلی غریب فرسی. حالا بگذاریم بریم تو قسمت بعدی. دومان سی پی یو نیاز به کوانتومانه مایه داره وقتی داره با 360 کار میکنه، چون برای اینکه تامین کنه فرکانسش تا 5 هم میره. این که گفته 10400 فرکانسش تا 5 میره این بماند که نمیره، ولی این که گفته سی پی یو نیاز به کوانتومانه مایه داره داداش اولا که بچه بستگی به ما خنک کننده داره، ما خنک کننده بادی داریم که از خیلی از خنک کننده های مایه بهتر باشه و کارایش بیشتر باشه. بچه هم خواهشن همینطوری نظر ندید. یه دوستی توی کامنت که اومده گفته بود که آقا این خنک کننده بادی دیپ کول که میگیرید، حالا ما آلتانوم میگرفتیم، نه هم تتا 15 و تتا 16 اینو میگفتیم، میگفت اینا از اینتل ضعیف‌تره. من میگفت من 25، من میگفت من 30 ساله تو این کار سابقه دارم. میخواستم بگم داداش 30 سال نیست کامپیوتر اومده تو ایران، شما چه جوری 30 سال تو این کار سابقه؟ بعدش هم حالا کلی چرا الکی رو هوا نزنید؟ بگو مثلا من رفتم اینا رو آزمایش کردم، اینو تست کردم، مثلا اینطوری شده، آره مثلا دمش با این کولر سی پی اومده پوینتر. ولی حالا تجربه‌ای که ما داشتیم روی 10400، حالا واقعا هم کولر سی پی خوبی هستیم، چون سیستم 60 میلیونیه بود، یه کولر هایپر 212 بود دیگه، هایپر 212 RGB بود، واقعا هم کولر خوبیه، توی کولرهای بادی جزو قوی ها به حساب میاد. شما حجم هیت سینک رو میدیدی؟ نمیدونم چرا این حرف رو زده برشه اساسی. حالا بریم سراغ سومنش رو سوما نوشته بچه. سومن که این رمان که انداختی مثل این میمونه لامبورگینی رو با شاسی پراید ببندی، به مورد زمان خیلی نشه خسلی اذیت میکنه، به جای 32800 دو تا 3200 مینداخت قطعا بهتر. یه نکته دیگه هم که بود داداش دو تا خمیر سیلیکون رو پهن نکن. خب نوشته که چرا این رم رو انداختی روی این سیستم، اصلا رمات واسه این سیستم خوب نیست. بعدش هم نوشته فرکانس 1800 رم با فرکانس 1800 نداریم اصلا بچه، 1866 که حالا بگذره. خب نوشته که به جای مثلا 32 تا مثلا 1800 منظورش 2400 چرا 16 تا 3200 انداختی. اولا که خب خودتون میدونید دیگه قیمت این دو تا تقریبا یکی میشه، ما 2 تا 1800 یعنی 3600 هزینه کردیم برای 32 گرم، ولی اگه می‌خواستیم مثلا 8 فرکانس 3200 بخریم به قول این دوستمون بعد 2 تا 8 می‌خریدیم. حالا از این حرف بگذاریم، خب قطعا یه نسبت تناسب ساده است که 32 گیگ بود فرکانس 2400 داری، مثلا میشه چنگی میشه 24 گیگ فرکانس 3200 نه 16 گیگ فرکانس 3200. حالا اینم بگذاریم، بعد از رم نه تنها از میزان رم ایراد گرفته بلکه از خود رم ایراد گرفته. بچه‌ها توی حالا توی گیمینگ تو سیستم‌های گیمینگ، حالا بحث این سی پی یو هم می‌کنم، خیلی رم و فرکانس بالا مهم نیست. بچه اینم در نظر داشته باشید بچه، آی 5 حالا نسل 9 نسل 10 تا فرکانس 2666 بیشتر ساپورت نمی‌کنن. این که یه مادر بوردی میزنه آقا ما تا فرکانس 4800 نمیدونم 5000 6000 اینا رم ساپورت می‌کنیم رو حالت اورکلاک بچه، و شما لازم نیست اصلا رم بالای فرکانس 3000 بگیرید، چون الان اکثر سی پی او نهایتا تا همون 3000 استفاده می‌کنن، بقیه‌اش میشه رو حالت اورکلاک. یعنی اگه سی پی یو رو اورکلاک کنید، مادربردتون قابل اورکلاک داشته باشه، سی پی یو رو اورکلاک کنید، آره از رم با سرعت بالاتری هم استفاده می‌کنه. اوکی؟ پس اصلا تقریبا میشه گفت رم با فرکانس 3200 خریدم برای این سی پی آی 5 10400 کاملا عین خرید. یه نکته دیگه هم آخر کامنتش گفت ننشته بود 4 رم. چون 4 رم نداریم، نشه چرا خمیر سیلیکون پهن نمی‌کنید. داداش گفتم اگه خواستی یه بار این امتحان رو بکن که شما یه نقطه بذار خمیر سیلیکون رو کولر سی پی رو قشنگ ببند، بعد کولر سی پی رو بردار ببین خمیر سیلیکون پخ شده یا نشده. این تجربه که من داشتم خمیر سیلیکون قشنگ اگه اندازه کافی ریخته بشه پخش میشه، اگه بیش از حد بریزی از بغلو میزنه دیگه. خب بچه اینا از کامنت آخر، امیدوارم که به خیلی از سوالاتتون جواب داده باشم. بازم برام کامنت بذارید، اونایی که من عاشق اونایی که مثلا میگن آقا من مطمئنم این کامنت رو نمیخونم، مطمئنم من اد میرم اون کامنت رو جواب میدم که طرف دیگه مطمئن نباشه. و
ولی حالا در کل خیلی ممنون که کامنت میذارید، ممنون دوستانی که تو اینستاگرام من پیغام میدن، خواهشن دارید صبور باشید، طرف پیغام میده داداش من 2 هفته مثلا 2 ماه دیگه میخوام سیستم بخرم، بعد تعهد دارم مثلا همون موقعی که به من پی ام میده من همون موقع جوابش بدم، من معمولا سعی میکنم جمع شه پی ام و بعد دیو میدم جواب میدم، چون یه مقدارم حجم زیاد شده، حجم شده. حالا بگذاریم، مرسی که ویدیو تا آخر دیدید، خیلی ممنونم ازتون، مرسی که همیشه هستید، تا ویدیو بعدی خدافظ.